با ادامه برنامه شبکه جهانی آریانا بار دیگر خوش آمدین محرم تسلیت باد صحبت های جناب آقای سرور دانش در مسجد نبی کریم صلی الله علیه و سلم در شهرک آجینبی کابل بود و همچنان همکاران ما تلاش میکنه که از مساجد دیگر شهر کابل گزارش های زنده داشته باشند بزرگان کشور عزیز افغانستان سخنرانی های دارند در رابطه و روز آشورا که امروز هست مهمانمان در این لحظات در استودیوی مرکزی شبکه جهانی آریانا جناب پروفسور لطف الله حق پرست مسجد خطیب مسجد تمیم صاحب انصار و استاد پانتون با ما در برنامه است خوش آمدید جناب حق پرست تشکر میکنم کنم هم به با سلام و تمنیات و خدا اظهار تسلیت به تمام نقاط ملت افغانستان و عزاداران عزت امام حسین از سمیم قلب اظهار میکنم و, و سلام و تمنیات و خود به دست برنامه و به خود شما سلام تقدیم می کنم خداوند فضای افغانستان فضای صلح و امنیت بسازد. سلامت باشین آنچه اتفاق افتید در ده روز گذشته ماه محرم و آنچه امروز که فلسفه اصلی روز آشرای یا ده هست چی باید ما به عنوان پند و عبرت یاد بگیریم آنچه امروز اتفاق مفته و آنچه امروز حاکم است در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان تشکر میکنم از سوالتان بدون شک قیام عزت ما حسین بازی است که قیام اولاد پیمبر بوده در برابر تواقیت در برابر کسانی که سرکشی کردن و ستمگری کردن و خودخواهی کردن ما از این ما پیام را خواد گرفتیم که اگر ما به طرف خودخواهی بریم در دایری خودخواهی و در دایری تنگ تاریک خودخواهی ما به طرف بدبختی میریم و ما بریم به طرف ام دیگر پذیری برادری و این دایره های تنگ و تاریک تعصبات تا از هم مشکنه ما نزدیک میشیم حضرت امام حسین یگانه هدفش امی بوده هدف قیام حضرت امام حسین امی بوده که ما را به طرف وحدت و یک پرشگی استقامت بده علامه تنتاوی رحمه الله در رابطه به این قیام میگه که بعد از ختم قیامه حضرت امام حسین در کربلای معلا آن چیز که فراورد و اصاره از قیام حضرت امام حسین بود در پایان منتج به این نتیجه شدن که بعد ما اخوت و برادری را هم دیگر پذیری ما از خود بسازیم مالی. و برعکس در جامعه که ما در عصر که ما زندگی میکنیم در یک برهی بسیار اساس پیچتون تاریخی که ما حیات داریم و به سر میبریم بدون شک دیده میشه قیام ها و رهبری قیام ها و دست افراد که است پایان رهبریشان پایان منازعه و جنگ مناقشه زنا نتیجهش به این میرسه که ما به طرف تعصبات بریم به طرف تعصبات زبانی قومی سمتی تنظیمی حتی ازبی و بالاخره بریم به با ویرانی وطن عزیز ما ولیکن عزت ما حسین از کلام علامه تنتایی معلوم میشه که ما را واقعا پایان جنگ یا منازعه یا به عنوان قیام خونین حضرت امام حسین بدون شک یک قیام بوده که در قبال خود در پایانش ما را برای اخوت هم پذیری استقامت میتاره جناب استاد وقت امام حسین علیه السلام میدانست که در مقابل لشکر چند هزار نفری یزید نمیتونه بالاخره یعنی روز به شهادت میرسه و از شهادت خودم خبر داشت با 72 تن از یارانش که تا طفل شش ماه هم حضور داره چقدر فکر میکرد که حتما پیروز میشه و آیا در این قیام و این آدسه بحث معموریت بیشتر مهم است یا بحث نتیجه مهم است امام حسین علیه السلام معذف به معموریت بود که موفقانه انجام شد یا نتیجه به تصور ما من فکر می کنم که هم در این یک مدیریت سالم بود و هم یک نتیجه که پایان از این مقصودش معلوم بود بله. ما می بینیم کل یوم کل یوم عاشورا وکل رض کربلا هر بل. روز بدون شک اشورا است و هر زمین زمین کرب و بلا استب بل. ای شعا یک شعار است که ما را به یک استقامت رهبری میکنم او رهبری به او استقامت ما میشم که یعنی خط فکری حضرت امام حسین دگر بر صبیل دوام ادامه داره هر روز آشورا است امو آشورا امروز است و هر زمین کرب و بلا هست مم. یعنی در هر روزی که از زندگی ما سفری میشه در اون روز باید ما قیام در برابر باطل داشته باشیم بله یعنی قیام یعنی این کارا رو ما امروز میکنیم خط فکری حسین یاد کردین بله ایثار، فداکاری من پیشتر برای شما عرض کردم که علامه تنقی گفت که یعنی فراورد و اساری قیام حضرت امام حسین در پایانش منتج به برادری و اخوت هم دیگر پذیری میشیم بل. برعکس امروز ما میبینیم که اگر قیام آیه که طولانی است حدود در افغانستان سی سال سی و پنج سال است که جنگ است از نقطه نظر طولانی بودن این قیام چقدر طولانی شده ولیکن قیام حضرت امام حسین بسیار زیاد یک زمان اندک در بر گرفت یعنی به این معنا که عاشورا اونم روز است که قیام محرکه بسیار شدیدند شروع میشه و طبیعی است که مثال ای از اول محرم اگر تصور کن در دا روز در بر میگره به پایانش نتیجهش روز ختم خط میشه گپ معلوم میشه که چی است ولیکن این خط فکری تداومش هم یعنی یعنی این خط به این معناست که کل یوم آشورا هر روز آشوراست این خط ادامه داره یعنی خط حق بر باطل اگر صادقانه حرف بزنیم ما چقدر واقعا پیرو این مکتب هستیم چقدر در مرز اجرا قرار دادیم آنچه که میگیم و آنچه که خط فکری امام حسین علیه السلام بود آسیف و محظم دی شک نیست من میفهم که در درون شما یک احساسات بسیار زنده و بارز وجود داره که ما همه ما امید داریم بله. خصوص کسانی که صاحب یک مکتب هستند مکتب اسلام و مکتب عزت امام حسین یک مکتب بوده قطعا اسلام مکتبی است که تسلیمياس انقياد است او پابندي است به سلسله اوامر و د ساتيري الهي د ساتيري الهي اوامر الهي میگو سولح او خير لیکن شمو بین پروژي د افغانستان او غو شده ای سول به کوم مسیر میره بله چهقدر ادامه پیدا کرد چهقدر پول های غزا در پروژه صلح افغانستان بمصرف میرسه بس ما از این خط فکری بسیار فاصله داریم بدون شک که ما یعنی تفاوت مخیلی خیلی یک تفاوت کلان است دلیل ما... چی هست استاد؟ دلیل... آیا ما بیشتر به اه... شکل عاطفی و احساسی به قضایا پرداختیم یا نه به شکل عارفانه و بود معرفت شناختیش بیشتر بوده یعنی واقعا تحقیق کردیم امکان شناختی از یک بحث داشتیم بعد پا گذاشتیم ما بحث بس... از تحقیق گفتیم تحقیقی میخوایم این مسئله را بگویم بله. که فراورد اساری تحقیقی که در این راستا صورت گرفته یگانه است که در افغانستان ما به او خط فکری قرار نداریم و منتج به نتیجه بسیار منفی شده دلیلش ای است. یک دلیل واضیش و روشنش خودخواهی است خودپسندی که یزید داشت بله و امروز خودپسندی در وجود هر رهبر موشما است خودپسندی کار ما را در گری انداخته قطره چون بگذشت از خود دریا می شود من. یعنی قطره ما هستیم که از یک قطره پس این خودپسند ها را چگونه باید اصلاح کرد یگانه هسته که ما را اسلام میکنند ما به اصل اسلام رجوع بکنیم به محور اسلام نبی مکرم صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع چی پیام زیبا داشتن از ذات رسول کریم میگه ان ربکم واحد یعنی پروردگار ما واحد است یکی است و ان اباکم واحد بابای هم واحد است بله دین ما یکی است اسلام ما کلمه ما قرآن ما پس میگه لا فرق بین عربیون على العجمی عجيبين على العربي اسود بالابيض وابيض بالاسود مهاجر اي اصل در نظر بگيم از خود خوي کنار بريم از خود پسندي کنار بريم بريم با مرجي اصلي ما كه پيغambar در الوداع گفت تركت فيكم امرين دو چيز در بين شما گذاشت لن تدلوا ها فهمي لن يك عامل است تدلو يك صيغه سيغى مضارع است آمدن لن سر صيغه مضارع تقاضا استمرار و دوام است به این معنا که یعنی اگر ما چنگ بزنیم به این دو اصل ابدا ما گمراه نمیشیم و ابدا ما افتضا نمیشیم یعنی بله. او پیامبر گفت که ترک تو فیکم امرین ما در بین شما دو چیز را گذاشت لن تدل ما تمسکت ابدا گمراه نمیشیم تا زمان به این دو اصل چنگ بزنیم کتاب الله و سنت کتاب بله. خدا و سنت در جای عترت آمده بله هر دوش معنیش واضح بلان ما دور رفتیم از قرآن چرا بیشتر به قضایایی که در اسلام اتفاق افتیده بیشتر بود عرفی میتیم تبدیل شده به یک فرنگ که این خوب هست باید دوام پیدا بکنه و استمرار پیدا بکنه ولی به اصل معرفت نمیپردازیم استاد به اصل شناخت نمیپردازیم عمیقا اگر ما دقت بکنیم یعنی ما این بحث تحقیقی بریم به مطالعه بگیریم که یعنی آغاز امی جنگ شما فکر بکنید در یک طرف هم صحابه است به دیگر طرف صحابه است ولیکن در اوجه یک فرهنگ بسیار یعنی مزخرف حاکم شده بوده او فرهنگ چی بوده در برابر مال متاع دنیا خود فروختن من برای شما یک مثال بسازم دنیا بود بله، امروز اونم گپ است شما فکر بکنید عبد ابن زیاد وقتی میخواد که در برابر امام حسین قیام داشته باشه و قیام به دستور امو ام فرعون وقت به دستور یزید و یزیدیان ادامه بتا به عنوان یک کسی که مدیریت میکنه ای جنگ عبدالله ابن زیاد عمر سعده که ببینید که اولاد یک صحابه است یعنی از دت سعد بن نبی وقاس کلان صحابه است عمر سعده میخره در برابر پول آیا شما نمیبینید که اینمی اصل که ما زندگی میکنیم چنین هست اما طور مثال قماندانا خریده نمیشه جبهات جنگ خریده نمیشه وکلای ما خریده نمیشه وزیرای ما خریده نمیشه چوبکی بله، ها خریده نمیشه قماندانا کرسی ها و مزاهده گذاشته شده بله کرسی ها خرید فروش نمیشه بالاخره عبدالله الله ابن زیاد با پول و مر سعد میخره از کوفه با 4000 نفر حرکت میکنه مم. علیه اولاد پیامبر صلی الله علیه و آله قیام میکنه بله تا به روز دهم حدوداً افراد اشخاص دیگر هم یعنی عبدالله ابن زیاد خریده میره و خریده میره تا حدود 20 هزار نفر مساعد میشه 20 هزار کاره در برابر یک تعداد محدود از صعبه اکرام اودن بیشتر از از, از ازار نفر نمیشه لیکن در مقاطع به هر بار به با اینا طرح میکنه حضرت امام حسین که ما در برابر یک قشون ظالم قرار داریم خودخواه است خودپسند است ما در این زمین کربلا دیگر امید بر زندگی نداشته باشه یعنی رای حل استادی است که چنگ بزنیم به اسلام و این فاصله که وجود داره حالا این باید از بین برده شوه به آنچه که اسلام گفته بله به صدر اسلام اگر ما بریم واقعا به دساتیر قرآن شما فکر کنید که اگر ما در یک منازعه در یک مناقشه قرار میگیم قرآن مل. دستور میده فا این فی شیء فردوه الى الله و الرسول هرگاه شما به یک منازعه و مناقشه به هر مسئله سیاسی است، اقتصادی است، مسائل اجتماعی و فرهنگی ماست و مسائل نظامی ماست در همه آلات شما اگر به یک بنبست مواجه میشین او رجعت بتین و سوی کتاب خدا رجعت بتین او رو به سوی دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم ولیکن امی کسی که رجعت میتا ای است که بود رجعت بتا یعنی این ظرفیت داشته باشه که از قرآن شناسایی داشته باشه از حدیث پیغمبر شناسایی او کسایی که در محرکه آ قرار داره طرف چی او طرف به عمق معانی قرآن خبر ندارن مل. که امروز دست به قتل مسلمان میده کمر به کشتار برادر مسلمان خود بستن مل. در درون مسجد در درون خانقا در فاتحه در میدان سپورت در هر جای به دنبال برادر مسلمان خود است ما به عمق معانی قرآن به احادیث پیغمبر نرسیدیم بالاخره این روزگار ما است که ما رو به تبایی کشنده و میده به طرف و فلاکت و این تغییر بعد ما بیاریم قرآن گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم ما این تغییر بعد خود ما بیاریم بسیار تشکر از حضور پروفسور استاد لطف الله حق پرست خطیب مسجد تمیم صاحب انصار استاد پنتون که دعوت ما را پذیرفتن مهمان ما شدند بسیار تشکر استاد محترم برنامه ما تا ساعت یک به زنده شبکه جهانی آریانا ادامه داره حالا میان برنامه کوتاه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین